سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی‌نهایت خوش اومدید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه. در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار بریم سراغ سوالات مربوط به واحد اندازه‌گیری زاویه که عملا درجه و رادیان بود و 3 تا سوال خیلی زیبا حل کنیم. بچه‌ها این آخرین ویدیو هست در این قسمت که جمعاً 6 تا ویدیو حل مثال داشتید، یعنی 18 تا سوال خیلی قشنگ پوشش داده شد که فکر میکنم اگر کسی این 6 تا ویدیو رو تماشا کنه عملا در این قسمت هیچ مشکلی نباید داشته باشه. سوال اول گفته اگر در دایره به شعاع 3 سانتی متر کمانی به طول 7.85 متر روبرو به زاویه مرکزی آلفا باشه، اندازه زاویه آلفا چند درجه و چند رادیان خواهد بود؟ قطعا این سوال واسه تو آسونه. اگه 5 تا ویدیو قبلی دیده باشی میدونی که زاویه بر حسب رادیان برابر بود با طول کمان به روی شعاع. پس به جای طول کمان 7.85 و به جای شعاع هم مقدار 3 رو جایگزین کنم تا بتونم به مقدار زاویه خودم برسم. مقدار زاویه من میشود 5.6 که 5.6 بر حسب درجه طبق فرمول دی به روی 180 برابر است با آر به روی پی میشود 150 درجه. تنها سوالی که الان گوشه ذهنت شکل گرفته اینه آقا تو چجوری اومدی اینو سریعا نوشتی 5.6؟ من کاری که انجام دادم اینه، چون میدونم که زاویه رو بر حسب رادیان میخوام، پس عبارت 7.85 رو به 3.14 تقسیم میکنم. چرا؟ چون میدونم که 3.14 در حقیقت هست پی. بدونم عبارت من میشود چند پی. وقتی که بیام تقسیمش کنم به 3.14 به 2.5 میرسم. حالا 2.5 به روی 3 میشود 5.6 که در پی هم قراره ضرب بشه. یعنی چقدر راحت بود. پس برای اینکه یه عبارت رو تبدیل کنی به رادیان، اون انتهای کار صورت رو بر 3.14 تقسیم کن که عملا داری بر پی تقسیم میکنی. بعدی گفته اگر در یک دایره اندازه کمان مقابل به زاویه مرکزی 50 درجه باشه برابر 10 سانتی متر باشه، طول کمانه باشه 10 سانتی متر، مساحت در این دایره چند برابر محیط میشه؟ دوباره من میخوام برای رابطه بین مساحت و محیط شعاع حساب کنم. خب برای شعاع احتیاج دارم به اون رابطه‌ای که میگفتیم زاویه بر حسب رادیان برابر است با طول کمان به روی شعاع. همین الان بهت گفتم زاویه بر حسب رادیان، اما اینجا زاویه بر حسب درجه است. پس من اول باید درجه رو تبدیل کنم به رادیان. چه فرمولی داشتیم؟ دی به روی 180 برابر است با آر به روی پی. به جای دی اگر بیام مقدار 50 جایگزین کنم، اون وقت رادیان من میشود 5π18. حالا که زاویه رو بر حسب رادیان دارم، برم سراغ فرمول زاویه. چی میگفت؟ میگفت زاویه بر حسب رادیان برابر است با طول کمان به روی شعاع. زاویه بر حسب رادیان رو حساب کردیم 5π18 به روی 10 به روی آر، که از اینجا عملا شعاع من به دست میاد. وقتی من بدونم شعاع برابر با چی میشه دیگه بازی تمومه. طراح گفته مساحت چند برابر محیط. مساحت فرمولش بود پی آر 2، محیط فرمولش بود 2π r. آر صورت با آر مخرج و در ضمن ضریب ها هم ساده بشه، برای من آر به روی 2 باقی میمونه. آر حساب شد 36 به روی پی که وقتی تقسیم به 2 بشه برابر خواهد بود با 18 به روی پی. به عنوان یه سوال خیلی خیلی آسون که مطمئنم شما میتونید حل کنید. و اما آخرین سوال گفته اگر 2 زاویه از مثلثی π5 رادیان و 2π5 رادیان باشد، نوع مثلث رو مشخص کنید. من میدونم که مجموع زوایای داخلی در هر مثلث برابر خواهد بود با 180 درجه، پس براش رابطه بنویسم. بگم آقا جمع 3 تا زاویه برابر است با 180 درجه، منتهای مراتب چون شما همه رو بر حسب پی نوشتی، پس من باید 180 هم بر حسب پی بنویسم که عملا میشود خود پی. به جای 2 تا زاویه 2π5 و π5 رو جایگزین کنم و مساوی با پی قرار بدم، زاویه مجهول هم اسمش باشه سی. از اینجا میتونم مقدار زاویه مجهول خودم رو به دست بیارم. زاویه مجهولم شد 2π5. دقت کن اندازه 2 تا از زاویه ها با هم دیگه برابر شدن، پس نوع مثلث من میشود متساوی الساقین. احسنت بر شما. و اما سوال زیبا گفته مطابق شکل زیر در دایره به مرکز او و به شعاع 5
طول کمان AB برابر با پی دوم اندازه زاویه تتسا بر حسب درجه کدام است جزء سوال‌های آزمون‌های قلمچی سال 97 بوده. یه سوال خیلی خوب برای اینکه بتونیم با هم در تماس باشیم، فقط کافیه توی قسمت ثبت نظرات گزینه صحیح رو بنویسید. خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.